بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز 16 ماه پنجم است. ما با دوستان یک جا شده بخیر از قسمت دپاریان حرکت کنیم با داخل دره میسمه را آمدیم. در حوض اول سپری کردیم، آمدیم در حوض دوم، از حوض دوم آمدیم شب دمند، حوض سیوم کم زدیم. حالا فعلا ما در موقعیت بغل حوض چهارم هستیم. با جمله دوستایی که میخوان بریم به طرف یخچال های طبیعی، البته یخچال های طبیعی را میبینیم بعد از این قله مرسمر است، بلندترین قله ای که در پنجشیر و البته چهارمین قله بلند دنیا است. تعداد ما تقریبا 20 یا 21 نفر هستیم. بعضی دوستای ما به اون قسمت است، بعضی دوستا قسمی که شما در تصویر میبینید پیش روی ماست. ما به این سفر ما ادامه میدیم. البته سفر سخت و طاقت فرساس، ولی قابل دیدن و قابل لذت بردن است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامم شیرناغ است، باشنده پنجشیر هستم. فعلا در کابل زندگی میکنیم. دیروز از کابل حرکت کردیم، آمدیم و عصر جشته بالا شدیم. آیسا شب اول در عوض سیام ماندیم. همراه بچه ها تقریبا در حدود 20 نفر هستیم. باز آیسا سوپ چای خورده و برآمدیم. آمدیم فعلا در اینجا یک چالای طبیعی است، یک منظره زیباست که کلش یخچال است. فعلا سر یخچال های استاد است، این به حدود 5 منزل است. فعلا پار سال که آمدیم یخچال ها قدر او نشده بود، کم اوزم پرد بود. و امسال که آمدیم یخ هم زیاد او شده و تقریبا نیمه دیگه ازی هم شکست کده، شاید آیسته آیسته با مرور زمانی هم او شده. بخیر میریم ما طرف کوی میرسیمیر. اونجا کوی میرسیمیر است، از سیمیردر اونجا به نام سیمیردر یک در است. شاید نیم ساعت دیگر را کنیم با نورستان میرسیم. یک سرحد از بین نورستان و پنجشیر، این را سیمیردر میگن. یک کلی میرسیمیر است، این پنج زولی است. خود از این کلی پنج زول داره. از پنج زول کس های میگه برامانه میشه و هیچ امکان نداره. با قول خود ری سفیر منطقه در وقت هم این کسی که افتاد پرست بوده ایش میامده ایجا با چیزی که او میگن ایجا بسیار زیاد برف بوده، اصلا سر برف همی تو میرفته. در قلعه قلعه است که اولین افتاد میزنه و آخرین افتاد از جا نشاز میکنه. اونجا نوعی باطل به خودم میکرده و پان میامده و میرفته به عوض چار، باز از عوض چار عوض ایشید است میباشه، عوض هشت است، عوض هفت است، شش است، پنج است، چار است، دو است، اول است. باز از عوض اول که پان بری به نام یک آبشار است، شرشر است. از شرشره که پان بری اونجا یک در وقت زمانش زندان داشت، فعلا هم زندان از او اموج هست، هم زندانش هست هم قبرستانش هم هست. این همی خلاصه مرسیمیر است. ما در یوتیوب بود را کدیم چندین نفر ایجا آمده بود. اولین نفری آمده بود نفرهای فرانسوی بودن، در پشت قلعه رفتن اونجا برفا هست، فعلا یخچال هست. بعد از او جرمنی آمدن، جرمنی ها یک دختر تقریبا در حدود 8 کوکه زد، سراغ کرد تا یک جای برامد از اینجا افتید و فاوت کرد، پس بردنش. و بعد از این کنابرده دیگه که من در یوتیوب دیدم خود دختر افغانی بودن، نافرینشان که تا ایجا آمدن این دی تپه یک آمده بودن، اینجا خیلی یک تپه است اگر ببینید. باز گفته بودن که ما مرسیمیر فتح کردیم، تا بالا کسی مرسیمیر فتح نکرده. ما کوشش میکنیم در سیمیرده رو نجوم یک جای خورد است، از اونجا بالا شویم که ببینیم تا کجا رفته میکنم. این کار نداره، چرا زل داره، از پنج زل داره، بسیار جای دق است.
اگه امکانات داشته باشیم و ریسپان باشه و بوتای کوکایی باشه و کمربند بوتا رو داره داشته باشه، شاید در حدود یک هفته امکان داره. و هم به خداوند میدانه که میتونیم یا نمیتونیم که چیزی هست. خدا کنه که بخیر از دره براین ها؟ ایشان داره خطرناک است، خدا مهربان است که بالا شه میشه. با عرض سلام، روی خیلی صاحب نبوده است که یکی از دوستان ما بخاطر چکنه را با پیش رفته، توکل به خدا کوشش میکنه. یکی از دوست ما میلازه و کلا موقعات داره، ببینم که تو کجا میره. بخیر بزمو ما از پشتش فیصل جان اون بغل سای کو اون تو بالا شو راست بود تو برو 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 بیسه درای خودت برو مولی نه راست نباش راگم بشه از پیش ما نباشه برو نه 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 من نشانی ما هم برم برم نشانی میکنه رو پیش برو جای پای ما تراز کامره راشه اونو سنگارا متوجه باشی که ما ایجا میایم این با تو نالو جا باش ما ایجا میایم من کجا آمدم باز تو سو برو تو جم یک دقیقه دیگه هم صبر کوه باش نبیا در سنگ کلان بیا استاد چه نبیا نبیا راشو برو آلا آمدم جم یک دقیقه دیگه هم صبر کمدم چه سنگ تیشو اینجا استاد میشه یعنی میشه باش یک دقیقه اینا برو سیار ما برم نال تو برو نه باش کجا مصطفی آجا بخی سنگ خطا نخوره نه خدا ایزر از دم سنگ بچ کنه که بیشتو بیه پایزو بیچارا خطا نخوره کدام تو اوگار نشه کمی خود از دم سنگ بچ کنه باید بوتای تو فکرتا بگیری که لاش مید نه ریسپان نده که ریسپان میده چه خواهی تینمید رو بری تو جای اصلا این میشه دسته تا بگی خود بچاسمون دا جک سنگ دسته تا بچاسمون او تو سو سنگای سست نیو بچ دا سنگ او بچا باید رو بری جایست باید دمی رو بری بان در سنگ نایی چیزی؟ اینه میجا سنگای سست پدرز باشه حالا میگه دل من رفت کنی های بکنی بره بخیر جا نکنی هیت بچه ها سنگ بری بچه ها شیر است شیر من سلطان هم از این ازایی بگم پاس رای تاشتن تا ما چورت بزنی تو با تاشتن میشه تو با یک تاشتن میشه این تو تا برشت یک جای بسیار یک بلندی خطرناکی بودی را تایی که دیم خلاص شد بخیر بخواییم به قلعه های مستمر بالا شه انشالله که بالا میشیم بخیر بلاخره دوستو عزیز ما در جای رسیدیم که هیچ کوهنورد تا بالا دیجا نامده البته ما میخواستیم که این قله را فتح کنیم اما چون به دلیل از این که واقعا صخره هایی است که ما رای را پیدا نتونستیم و فقط
چون امکانات هم نداریم با یک جور آینک و یک جور بوت و فقط یک دانه بسکیت و انرژی تا همیجا آمده. و ای هم امو قلم مرسمر است که هیچ کسی تا بال نرفته و نه تانسته کی را فتح کنه، نه آلمان ها تانستن، نه امریکایی ها تانستن، نه هیچ کس تانسته. و ما انشالله اگر زنده بودیم با همی چهار دوست کاکم ها میتونیم که این قلعه را هم فتح کنیم. به افتخار خود ما دیگه یک چهچه ها کنیم. این بود پایان سفر امروزی ما باشه. ببینیم که سرد ما تا کجا میرسه. بای بای. خدا حافظتان. یخچال طبیار یخچال ها رو که دیدیم بچه ها رو روان کردیم طرف سمیردر که برن ببینن تا کجا رفته میتونن و خودم نرفتم امرشان. علتی چی بود که آمانم یخچال ها رو دیدم، یک بررسی کردم که چقدر یخ امسال ما در افغانستان داریم. چرا ما با یک امره یک دوستم از کمپانی یخچال شناسی است در سوئیس زندگی میکنه، سالانه میم همیجا یک راپور جور میکنیم بر از امی روان میکنیم. در این بخش کمی معلومات درباره یخچال ها برتان این تاریخچه از تاریخچه چه قواه شده از تاریخچه ازی از دوران پیش از اسلام است، دوران افتا و پرستا. در اون زمان خیلی یخچال ها زیاد بوده و همون شخصی هم که بیشتر میاد آور شدم به عبادت که میرفت در سر کوی میرسی میرد به اثر یخ ها میرفت. و فعلا من در 2018 که آمدم یخچال ها بسیار کم شده بود، او شده بود زیادترش امکان داشت که همی واری ها جن سیل ها ببرد بر قسم بجور واری. با شکر خدا در 2019 که آمدم من بررسی کردیم در 2019 5% زیاد شده بود و فعلا هم تقریبا 10% یخ زیاد شده. چون امسال برف و تلا زیاد داشتیم و یگانه چیزی که حوض پیشتر دیدیم کمه که به علت گرمی هوا خود کمی زیاد ساخته حوض. شاید امکان داره که حوض کمی کلانتر شد و یک بخش یخچالش شکست کنه. اگر شکست هم کنه که قدر مشکلی نداره، کدام جایی را انشالا خرابی چیزی نمی کنه. همین بود که از 2018 بود تا فعلا هر سال ما میریم یک بررسی میکنیم که چه قدر یخ مونده و چه قدر شده.